سلام دوستان و ساندویچ خوران عزیز، اولین ساندویچ 2017 هست و من دعا میکردم و خیلی فکر میکردم که خدا من دا چی بگم به عنوان اولین ساندویچ و چه چیزی میخوای در تمرکز باشه برای خود من شخصا و برای عزیزان در 2017. و خداوند این محبت رو زیاد به فکر من میآورد. نمیخوام بگم که خداوند گفت، چون میترسم از این جمله که بگم خدا گفت، ولی واقعا ایمان دارم و تجربه کردم و در کلام این رو میبینم که اگه یک نفر رو خداوند در ذهنت میاره که دعا بکنی براش، یا یک مطلبی رو در ذهنت میاره، یا یک آیه رو در ذهنت میاره مستمرن، احتمالش خیلی زیاده که این روح القدس هست که داره صحبت میکنه و خداوند داره صحبت میکنه. پس نمیخوام بگم خداوند گفت، ولی خداوند گفت در قلب من گذاشت که این رو بگم، پس خداوند گفت. فیلیپیان باب 2:3 رو میخوام بخونم، قسمت دومش رو، که میگه با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدانید. میدونید برای من این مطلب یا موضوع محبت خیلی در تمرکز اومد که امسال سال محبت باشه و این رو میخوام بیشتر تشویق بکنم که سال محبت باشه. میدونم یه چیز خیلی ساده ای هست ولی خیلی عمیقه و باور کنید لاقل چیزی که من میبینم اینه که ما محبت رو گم کردیم. من خودم چند وقت پیش بود که به خاطر شرایطی که داشتم همین چند ماه پیش یه اتفاقات عجیب غریب افتاد و همچین خوب نبود و خیلی روی من تاثیر گذاشت و هی به خانمم میگفتم آنی، من شادی خودم رو، شادی نجات رو گم کردم. اون شادی که داشتم نیست، شیطان دزدیده. و چند وقت پیش بود که این رو کاملا پیدا کردم و برگشت. بعد همین زمانها بود که برادر من آندره، برادر کوچیک من، گفت که جیبرت اجازه نده شیطان اینو از تو بدزده، این مال توه. و این خیلی روی من تاثیر گذاشت، گفت برو برگردون، یعنی برش گردون، مال خودته و نذار شرایط زندگی، حالا شما هم شاید در چنین شرایطی باشه، شاید روابط باشه، شاید خانواده باشه، شاید خدمت باشه، شاید شرایط مالی باشه، هر چیزی که هست اجازه نده، در نام عیسی مسیح تو خواهش میکنم اجازه نده که شادی تو رو شیطان بیاد بدزده، محبت تو رو بیاد بدزده. خیلی وقتا ما در مورد محبت میخونیم. یه خواهری بود که خیلی خیلی قشنگ میخوند، من این خواهر رو خیلی خوب میشناسم و خیلی سرود میخوند در مورد محبت. لااقل چند باری که من دیدمش سرودش همش در مورد محبت بود. شما نمیشناسیدش پس فکر نکنید در موردش، ایرانی نیست، ولی ایشون میخوند مثلا دوستت دارم خداوند، توی کلیسا دستشو بلند میکرد دوستت دارم خداوند دوستت دارم، گریه میکرد فلان. در وقتی شناختم شدم ببین تنها چیزی که نداره محبته، اصلا هیچ کس رو دوست نداره، خدا هم دوست نداره، فقط داره میخونه، خیلی هم قشنگ میخونه، در زم ایرانی هم نیست، باز میگم در موردش فکر نکنید که کی هست ولی محبت نداشت. و میدونید خیلی وقتا زندگی من و تو هم شاید مثل این خواهر بشه که فقط در مورد محبت بخونیم، در مورد محبت یا فروتنی بخونیم و فکر بکنیم و درس بدیم و یاد بگیریم ولی عمل نکنیم و در زندگی ما نباشه. و این آیه رو خداوند برای من باز کرده این چند روزها که با فروتنی دیگران رو از خود بهتر بدانید. و این به یاد من اومد که من هر کسی رو که از خودم بهتر دونستم خیلی دوستش داشتم. حالا من توی پروسه هستم، شاید توی فیسبوک خود من دیدید که پست‌ها رو دارم میذارم که با یه برادر آمریکایی زبان که منتور من هست و دوست من هست، تامی واکر، داریم یه آلبوم ضبط می‌کنیم که اواسط فوریه بیرون میاد و فارسی و انگلیسی هست. توی یک سرود هم فارسی من می‌خونم و انگلیسی رو برادر تامی واکر می‌خونه. ولی من سالها بود که برادر تامی واکر رو خیلی خیلی دوست داشتم، چون که آهنگساز خیلی خوبی هست، نوازنده عالی، خواننده خیلی خوب، رهبر پرستشی، پدر خیلی خوب، همکار خیلی خوب توی کلیسا، خادم، همه چیزش خیلی خیلی خوب و من از خود من خیلی خیلی بهتر میدونستم، چون که واقعا بود و هست. و بعد دیدم که چقدر اینو دوست دارم، این برادر رو. حالا خیلی جالب بود طوری که با هم آشنا شدیم که در یک پست دیگه توی فیسبوک خودم میگم، ولی با ایشون آشنا شدیم و دوست شدیم و ایشون منتور من شدن. تا به امروز سال هاست که واقعا این برادر رو دوست دارم. همین چند روز پیش بود که برادر تامی واکر اومده بود استودیو که عکس بگیریم برای آلبومی که داره بیرون میاد. بعد از عکس گرفتن گفت جیبرت خیلی وقت با هم دیگه کوبیده نخوردیم، اون کوبیده که من دادی بریم یه بار دیگه باز بخوریم.
حالا خیلی ها میگن جیبت خیلی وقت مثلا با هم دیگه وقت نداشتیم بریم غذا بخوریم، ولی من خیلی شلوغ هستم و از این گفته ای که میگن که بریم با هم غذا بخوریم، چون هی باید بگم نه 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 نه، یه خود خوشحال نمیشم. ولی وقتی که برادر تامی واکر گفت بریم غذا بخوریم با هم دیگه، خیلی خوشحال شدم. گفتم کی میتونی به من تکست بکن کی میتونی که بریم، حالا هفته دیگه بریم با هم دیگه چرا کوبیده بخوریم جای شما خالی. ولی چرا میخوام با این برادر وقت داشته باشم؟ چون که دوستش دارم. چرا خیلی خیلی دوستش دارم؟ چون که از خودم خیلی بهتر میدونم. مثلا من دلایل خیلی زیاد هست برای دوست داشتن، ولی یکی از دلایل این است که ما دیگران را از خودمون بهتر بدونیم. و میدونید این یک کلیدی هست که میخوام بدم دست شما که تمرین بکنید این کلید رو، که بندازید در روی درهایی که قفل شده باز میشه، باور کنید باز میشه. من اینو سالهای سال تو زندگیم تمرین کردم، هنوز دارم تمرین میکنم، که در لااقل یک زمینه از شخصیتش، از زندگیش، از رفتارش از خودم بهتر بدونم، و این باعث میشه که اونو خیلی دوست داشته باشم. در یک کلیسای لبنانی بودم که این عزیزان منو نمیشناختن، ولی شبان کلیسا به من گفت که بیا برای چند وقت این گروه رو رهبری بکن. یه گروه خیلی کوچیکی 20 نفره هستن، ولی جوونن، خدا رو دوست دارن، ولی خود خیلی عجیب غریب هستن، احتیاج دارن به در حال بیا کمکشون بکن. من گفتم چشم، برای چند ماه کمکش میکنم. پس این 20 نفر اصلا نمیشناختن که من کی هستم، چه خدمتی دارم توی مثلا دنیای فارسی زبان. یکی از این جوانان که خیلی با غیرت بود اومد تو صورت من گفت ژیلبرت ببخشید اینو میگم، ولی تو خیلی مغرور هستی، خیلی جاه طلب هستی و یه خود عقده‌ای هم هستی احساس میکنم، و دوست داری که مردم این 20 نفر تو رو خیلی خوب بشناسن، پس مواظب باش از این چیز. بهش گفتم عزیز من یه جای دیگه هست که مردم من میشناسن، خود بیشتر از 20 نفر هستم اونایی که میشناسن، احتیاج ندارم 20 نفر حالا منو بشناسن نشناسن. بعد ایراد زیاد دارم، ولی جاه طلبی و غرور و مثلا در دید مردم بودن اصلا جزء اون ایرادها نیست، ایراد دیگه بیاد بگم زیاد هست. گفت نه تو اینجوری هستی، اصلا برای همین من فکر میکنم که تو نباید توی گروه ما باشی، من باید رهبر این گروه باشم نه تو. گفتم عزیز من که اصلا راستشو بخواید دوست ندارم اینجا باشم، چون خیلی شلوغ هستم، خوشحال میشم نباشم، فقط من خواستم کمک بکنم چون که شبان کلیساتون از من خواسته. به هر حال این مطلب رفت پیش شبان کلیسا، رفت پیش چند نفر از خادمین دیگه، خیلی عصبانی شدن روی این برادر عجیب غریب که من توبیخ کرده بود و اصلا بیرون کرد از اون خدمتی که داشت. من اینو خیلی محبت کردم این برادر رو و خیلی واقعا تا به امروز دوستش دارم. مثلا چند هفته پیش با هم دیگه غذا می‌خوردیم، یکی دید گفت ژیلبرت این همه تو رو توبیخ کرد، بعد تکست هم میکرد، تکست های عجب غریب میکرد به من، گفت این همه تو رو توبیخ کرد، چیزای اشتباه گفت، تهمت زد، واقعا دوستش داری؟ معلومه که واقعا دوستش. چرا دوستش داری؟ کلید چی هست؟ و همین کلید رو دادم که ببین در این قسمت از شخصیتش، حالا بماند که به طرز اشتباه به من اینو گفت، ولی همین که گفت، چون که واقعا باور داشت که من مغرور هستم، اومد به من گفت ژیلبرت تو مغرور هستی، من واقعا احترام میذارم و در این قسمت ایشون رو از من خیلی بهتر میدونم، چون من اگه ببینم این نفر مغروره شاید خود باید باش دوست بشم، براش دعا بکنم، فکر بکنم چطور بهش بگم، بعد خیلی آروم بهش بگم. ناخودآگاه میدید ما تو ایران بزرگ شدیم، من خودم ایرانی هستم، بین ایرانیان عزیز دورو بزرگ شدم. ببخشید ولی دورو خیلی زیاد هست در ایرانی های ما، دورویی باعث شده که اونقدر دقیق نباشیم در اون چیزی که فکر میکنیم، یه خود نادقیق باشیم و یه چیزی میخوایم بگیم همچین یه جوری میگیم اصلا طرف نمیفهمه چی میخوایم بگیم. و این برادر در این قسمت خیلی خیلی بهتره، من واقعا بهتر میدونم و برای همین خیلی دوستش دارم و تا به امروز با هم دیگه دوست هستیم، دوستای خیلی خیلی خوبی نیستیم ولی دوست هستیم. ولی واقعا محبت دارم نسبت به این برادر. چیزی که میخوام بگم اینه که عزیز من، برادر من، خواهر من، این آیه رو بذار در 2017 بتونی تمرین بکنی، با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. این باعث میشه که محبتش بتونی بکنی خیلی بهتر و بیشتر، ببخشیش، یاد بگیری. میدونید عیسی مسیح در یوحنا 13 گفت که 13 من همشه میگم 13 نه نداره 13 در یوحنا 13 گفت که از اینجا میفهمن که شما شاگرد من هستین که همدیگر رو محبت بکنید. پس شعار زندگی ما در عمل
عنوان زندگی ما در عمل به عنوان مسیحیان محبت باید باشه، وگرنه اصلا هیچ کس نمیفهمه شما مسیح هستی یا نه. میدونید حالا دیگه طولانی شده ادامه نمیدم، ولی خداوند به ما حکم داده خداوند رو با تمامی جان و دل محبت بکنیم، همسایه خودمون رو مثل خودمون رو محبت بکنیم. خودت چقدر دوست داری؟ خیلی زیاد مطمئنم، چون که به خودت خیلی خوب میرسی، یا لااقل اگه بتونی میرسی. پس اگه میتونی به دیگران هم برس و دیگران رو از خودت بهتر بدون، و این فروتنی باعث محبت میشه. خدا شما رو برکت بده. دوستتون دارم ندیده، اگه ببینم مطمئنم خیلی بیشتر. خداحافظ.